با درودی دوباره خدمت یکایک که شما خوبان و نازنینان، سعید بهبانی هستم و امروز هم 18 فوریه 2016 است، روز پنجشنبه است و ما همینجا در خدمت شما. چند تا از دوستان از من پرسیدن که پس چرا برنامه رو ننوشتی؟ به عرضتون برسونم که والا برنامه ها حقیقتی نامنظم شده است و دعوت کردن از مهمان ها حقیقتی مشکل شده، ضمن آنی که ما یه جوری برنامه هامون پروپیمون شده و جای خالی هم نیست، بنابراین فقط دو روز در هفته یعنی همین پنجشنبه و جمعه میماند که اون هم به شیوه های مختلف تلاش میکنیم که کار رو پیش ببریم. اما از مهر و محبت شما نازنینان بازم تشکر میکنم، ممنونم از همه مهر. دیروز مختصری حرف زدم راجب در پایان برنامه آقای حشمت رئیسی یا برنامه آقای ایرج مصداقی راجب کتاب آزادی و جبریت کار آقای پرویز دستمالچی گفتم و کتابی 430 صفحه و من هنوز فرجه نکردم که کتاب رو بخونم کامل، ولی همجوری به صورت تفاعل این رو دنبال کردم. در تامگرایی انسان مکتبی نوین باید در پندار و گفتار و کردار با حکومت یکسان و یک پیمان باشد. اسلام باید آن باشد که حکومت تعریف میکند. حتی اصلاح طلبان اسلامی نوع دیگری از دشمنان و متعارضان و مهاجمان فرهنگی هستند، همان گرگ معروف کفر هستند. اما این بار در لباس میش و در اینجا آکروبات واژه اسلامی نژادی یا پلوتری شروع می شود. مسلمان و مؤمن واقعی را رهبر تعیین می کند، همچنان که تعریف استالین از پلوتریا تعیین کننده وجود پلوتر بود و نه خود او و جایگاه اجتماعی و طبقاتیش. و پلوتر آن کسی بود که عامل اجرایی فرمانهای رهبر می شود. هر پلوتری که نقدی بر سیاستهای او داشت، هرچند کوچک و بی اهمیت، عین ضد انقلاب کارگری با افکار پوسیده بورژوایی یا خرد بورژوایی بود. دشمن در شمایل پروتر بود به گونه ای که حتی خودش هم نمیدانست. اینا تعریف های استالین بود و میبینید که امروز این خامنه ای دقیقا همین رو ملاک کرده. بنابراین پرویز دستمالچی نازنین این کتاب آزادی و جبریت رو در 430 صفحه منتشر کرده و من مجدانه از شما میخوام برای اینکه حفظ آبرو کنیم، آبروی ما هم نره و ما هم بتوانیم یه کاری کرده باشیم، ازت خواهش میکنم که کتاب رو بخرید. کتاب رو بخرید، قیمت کتاب 50 دلاره، پست و غیره همه چی تو این کتاب لحاظ شده. بنابراین ازت دعوت میکنم که این کتاب رو بگیرید و داشته باشید. نمی‌دونم صدای ما خوب به گوش شما میرسه یا نه، نمیدونم، ولی اینجا نشون میده که صدا ضعیف است. نمیدونم کاری میتونم تو این لحظه انجام بدم یا نه، شاید اگه این باتریش رو عوض کنی یه اتفاق این وسط. بله، این باتری هم واقعا باتری گرون قیمتیه، درست شد. هر دونه این باتری ها 5 دلار قیمت شه، 4-5 روزم بیشتر کار نمیکنه و تموم میشه و میره پی کارش. بماند. خب، داشتم راجع به
کتاب صحبت میکردن و آقای دکتر میرافتابی هم مرتب راجب کتاب حرف میزنه برم. شرمنده هستم از آقای امینی که برنامه دیروزشون تصفانه فایلش به هم پاشید و نتونستیم که اون برنامه رو تو آرشیو نگه داریم و ازش پوزش میخوایم از این بابت، چون این دستگاه هم از زمانی که اون کامپیوتر اون سوخت و این یکی رو وصل کردیم یه قدری اینم همچین زیاد مرتب نیست، دوچار مشکل و موزلی و با یه مکافاتی اگه دقت کنید برنامه ایرج رو جمع و جور کردیم آقای مستاقی رو و به هم تکرار کردیم، دوباره تکرار در تکرار به هم چسبونیم سر تهشو که کیفیتش خب طبیعتا پایینه، ولی ببخشید دیگه این فقط در کف بی بزاعت ما همین است که میبینیم. بعد آقای امینی هم تو برنامهش مفصل اشاره کرد که آقا تو رو خدا بری کتاب بخونی، تو رو از دباز کتاب بخونی و میبینی که ما با دو معقوله مختلف روبرو هستیم. یکی دامی است که اهریمن برای ما میچینه و مرتب ما رو تو دام خودش میکشه از این سو به اون سو و گفتم مثل سگ دست آموز یه توپی رو قل میده و ما هم دوان دوان میدونیم توپ رو میریم و میاریم و دوباره تحویل میدیم که این توپ رو برای ما دوباره قل بده و ما علاف این کاریم، از 57 تا حالا علاف کرده ما رو. و یکی این موضوعه که او این دام رو میچینه و این مسائل رو مطرح میکنه، یکی هم بیسوادیه و نخوندن کتابه و این جنگایی که میبینی تو این تلویزیون ها هست و هر کسی هم خودشو کارشناس معرفی میکنه و میاد و میشینه و این که مصدق بد بوده نمیم شاه خوب بوده، یه چیزی در مورد مصدق این دیگه از هر من شمس است و اونه که در اون دوران 60-70 سال پیش او بریتانیای پیر رو بقایاشو از مملکت ما بیرون کرد، گرچه که آمریکایی ها از اون دوران وارد شدن و معروف است میگویند که در همون دوران قانون مالک و مستأجر در حقیقت در مجلس تصویب شد، قانون مالک و مستأجر رو بردن و تو تمام دنیا در اون لحظات این قانون مالک و مستأجر تغییرات درش پیدا شد و میگویند که آمریکایی ها در حقیقت املاک بریتانیا رو ازش بر اساس همون قانون مالک و مستأجر از یدش در آوردن و اجاره کردن و این داستان ادامه داشت. این مهمترین کاری بوده که مصدق انجام داده که بریتانیایی رو که ما توش تو داستان انقلاب مشروطه نقششو میبینیم، مخالفتاشو میبینیم، موافقتاشو میبینیم، همه اینا رو که میبینیم و این سایه سیاهش که از دوستان کمپانی هند شرقی و نمیدونم وزیر کمپانی هند شرقی داره اصلا تو کابینش، وزیر کمپانی هند شرقی و لورد کورزن و نمیدونم اینا همه متعلق به اون دوران سیاه کمپانی هند شرقی هستن که از هندوستان تا آفریقای جنوبی و همه جا رو در بر میگیره و میبینی که حتی اونا پلیس جنوب رو درست میکنن میارن برای خودشون، جنوب ایران رو در اختیار خودشون داشتن، خلیج فارس در اختیار اونا بوده و اینا اونجا بالاخره مالک اصلی بودن و مصدق کاری رو که انجام میده در یک کلام اینه که اینا رو دستشون رو کوتاه میکنه از ایران و این مهمترین نقشی رو که در تاریخ داره. برای همینم میبینی که مثلا میگن که نمیدونم نفت در ایران اول ملی شد، در حقیقت نفت اول در مکزیک ملی اعلام شد و بعد در ایران، یا مثلا کانال سوئز رو به همون اعتبار که مصدق در ایران انجام داد مصری هم در اونجا کانال سوئز رو ملی اعلام کردند و مالک اونجا شدن. به همین دلیل است که در اونجا مثلا خیابان مصدق وجود داره، در بعضی از کشورهای عربی خیابانی به نام مصدق وجود داره. حالا این
وقتی که خمینی ملعون به سر کار آمد و شروع کرد داستان رو تغییر دادن و اینها و یکی یکی رو زد و از همه وجود اینا استفاده کرد، از جبهه ملی و چپ و راست و حتی سلطنت طلب ها استفاده کرد و به عرکه قدرت نشست، بعد شروع کرد یکی یکی به ترتیب اجرای نقش اینا رو از صحنه حذف کردن. یعنی اول گروهی که کمکش کرده بودن سلطنت طلب ها اونا رو زد، شروع کرد اعدام کردن و سربریدن و اونا رو متواری کردن، بعد با سرعت به سمت جبهه ملی حرکت کرد و اونا رو قلقم کرد، بعد به سراغ چپ ها رفت اونا رو زد و بعد شروع کرد تصفیه در ماجرایی که پرویز دستمالچی تو کتاب آزادی و جبریتش به درستی برامون تعریف میکنه که چرا، چگونه، چجوری این اتفاق میفته و بعد چراییش رو بدونی تا بتونی مسئله حل کنی. بنابراین با خود آقای دستمالچی هم که صحبت میکردم نکته جالبی به هم گفت. گفت ببین وقتی من 3 سال زحمت کشیدم این کتاب رو 430 صفحه رو بالا پایین کردم تا بالاخره توی 430 صفحه جوسش در اومده، اسارش شده 430 صفحه، من 1000 صفحه نوشتم، از بین 1000 صفحه 430 صفحش این شده، پاره کردم، نوشتم، پاک کردم، دوباره اصلاح کردم، همه رو که جمع بزنی 3 سال وقتم رو گذاشتم. خب ساعتی چقدر میخوای به من پول بدی؟ حساب کن و ببین که یه نویسنده آیا بابت کتابش دستمزدی برمیداره؟ نه. در جوامع غربی داستان شکل دیگه ای رو داره. یعنی کمپانی های نشر کتاب، ناشرین بزرگ میان و این رو از نویسنده میخرن، یه جور معامله باهاش میکنن. تو مملکت من خانم شادی صابجی برام یه تری نشد، جوان بانوی متفکری است، خیلی درس خونده و ملاست در حقیقت و همه کاراش بر اساس برنامه ریزی و آمار و استاتیک و حالا تو ادبیات داره حرف میزنه، ولی پایه و ساختمان کارش بر اساس ریاضیاته و برام نوشته بودش که معایب کار تلویزیون میهن کجاست، چگونه باید این معایب رو رفع کرد و مثلا چجوری میشه که این تلویزیون رو اوورد در سطح یه تلویزیونی که قابل رقابت باشه، هنوز که نیست، در اون حد بشه چه چیزی داری. و بعد توضیح میداد که توی ایران که مثلا کتاب تیراژی 100 تا 200 تا 100 تا و یا کمتره، یعنی مثلا میرن کتابو 50 جلد چاپ میکنن، یه چاپخونه‌ای که میخواد 50 جلد کتابو چاپ بکنه، درسته که امروزه سیستم چاپ تغییر کرده و دیگه نمیرن به حروف چین بیارن، حروف بچینه، نمیدونم صفحه ببنده، این کارا نمیکنن، ولی همین کارو توی سیستم دیجیتال انجامش میدن. درش یه نفر بعد اینا رو با یه فرمت خاصی بنویسه، مثلا ما توی ورد می نویسیم، بعد این ورد اونا میبرن از این فرمت تغییرش میدن، میبرن تو کرال و توی سیستمای که مخصوص پرینتینگ شاپ ها هست، برن تو اون سیستما پیادهش میکنن و کتابو تولید میکنن. ولی اگر این کتاب وقتی این زحمات کشیدی حالا براش، حالا اگه مثلا به جای 100 تا 2000 تا چاپ کنی، اون خرج اولیه‌اش که ثابته، درنش تقسیم میشه تو 1000 تا، هزینهش میاد پایین. ولی اگر که شما این همه هزینه کنی و فقط 100 تا کتاب تولید کنی، خب قیمتش میره بالا، طبیعی است این اتفاق میفته دیگه. بعضی دستمشی میگفتش که من به عنوان یه نویسنده این کتاب پولی نمیخوام از کسی، که من میخوام که این کتاب توزیع بشه، فقط پول چاپ و پستشو به ما بدید، هزینه چاپ و پست کتاب رو من گیرم بیاد، خدا رو شکر میکنم، ممنونم، شاکرم از این که بالاخره از جیبم دیگه در حقیقت پولی رو نگذاشتم. حالا گوین که گذاشته، وقتش گذاشته و زندگیشو گذاشته تو این کار، دعوت میکنم از شما بالا غیرتن، ما ریشک رو گذاشتیم،
و ازش خواهش کردیم که این کتاب رو در اختیار ما بذاره که ما بتونیم بفروشیم. خواهش میکنم این کتاب رو بخری، آبرو ما رو حفظ کنی. خواهش میکنم بخری. چند تا خاصیت داره. یکی این که اولا پوز روشن فکری میدی که تو اهل کتاب و کتابخونی، این خیلی ارضا میکنه آدم. دوم این که تزیین خونتونه، بالاخره یه رنگ آبی و یه نقاشی و فلانی داره، از هر طرف که توی کتابخونت قرارش بدی بالاخره یه شکل یه رنگ مثل یه تابلو میتونی ازش استفاده کنی، لذت ببری. صحبت از دشکر رو گذاشتن بود و دعوت کردن. یه مقاله رو داغ و داغه، فکر نمی کنم هنوزم انتشار پیدا کرده باشه، آقای دکتر اسماعیل نوریالا نوشته. تو این فرصت کم اجازه بده برم، چون که یه دم از من خواسته بوده که مقالات رو بخونیم، یه روزایی هم در هفته به این کار بپردازیم. بذار بریم این مطلب رو با هم پی بگیریم و ببینیم که آقای نوریالا در این زمینه چه میگوید. دعوت به بی‌اعتباری، دعوتی به بی‌اعتباری، اسماعیل نوریالا میگه در حکمت دعوت در کارهای اجتماعی، دعوت سازمان ها و شخصیت های اجتماعی به خصوص مذهبی و سیاسی از مردم امری مرسوم است. کسی که خود را مرجع یا همان محل رجوع میپندارد از مردم برای انجام کاری دعوت میکند و آنانی که برای دعوت کننده مرجعیت و اعتباری قائل هستند به این دعوت پاسخ مثبت میدن. حتی خدای مسلمانان هم خود را داعی یعنی دعوت کننده میدانند و به همین دلیل مثلا آنان که به حج میروند از لحظه پوشیدن احرام یعنی حرام شدن از هر مایملک خود تکرار میکنند که اللهم لبیک، و لبیک گفتن به معنای اجابت دعوت است، یعنی دعوت کردی و من آمدم. اما دعوت کردن مهالکی هم دارد که مهمترینش بی اعتبار شدن دعوت کننده است وقتی که مردمان به دعوت او اعتنایی نکنند. و من این نکته را چند سال پیش به تفصیل توضیح دادم و در اینجا تکرار نمی کنم. اما لازم می‌بینم درباره یک نوع دعوت اینترنتی که خود نیز تا پای انجام آن رفته و به دلایلی که خواهم نوشت از آن تا اطلاع ثانوی منصرف شده ام توضیح داده و به احتمال بالای شکست آن اشاره می‌کنم. به خصوص که می‌بینم اکنون یک بار دیگر این دعوت به دست آدمیانی نصیحت ناپذیر تکرار می شود. سود و زیان اصلاح طلبان از دعوت. اگر در سراسر تاریخ تسلط حکومت اسلامی بر کشورمان دعوت مردم به شرکت نکردن در انتخابات یعنی بایکوت کردن آن که در زبان آخوندی تحریم به معنای شرعی یه حرام اعلام کردن است یک بار هم شده، معنا و کارایی محسوسی پیدا کرده باشد، این هم به تجربه پایان زمامداری محمد خاتمی و آغاز صدارت محمود احمدی نژاد برمی گردن. بخش کثیری از مردمی که طی 8 سال تمام معنای حاکمیت جریان اصلاح طلبی را به تجربه درک کرده و در اواخر آن نیز دانسته بودند که خاتمی خود را تنها تدارکاتچی بیت رهبری می داند، با پرهیز از شرکت در انتخابات ریاست جمهوری و به قدرت رسیدن احمدی نژاد در واقع به اصلاح طلبانی که 8 سال پیشتر بر فراز دوش آنان به کاخ ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی راه یافته بودند نگفت. همین بایکوت بی دعوت و خودجوش موجب شد تا از آن پس اصلاح طلبان در هر بزنگاه انتخاباتی
شرط برنده شدن کاندیداهای خود را شرکت وسیع مردم در انتخابات بدانند. وضعیتی که در گمان آنها میتواند علارغم تقلبات بسیج و سپاه برخی از اصلاح طلبان را در قدرت شریک کند. موضوع از این قرار است که دست‌اندرکاران قدرت در رژیم اسلامی هم تقلبگرند، هم قدرت اجرای تقلب را دارند و هم همواره دارای امت همیشه در صحنه ای هستند که در شادخاری و عزا آماده بازی نقش سیاهی لشکر حکومت بوده و فاقد اختیار پرهیز از شرکت و بایکوت کردن می باشد. سیاهی لشکر اصلاح طلبان اما جمعیتی خودمختار و گسترده است که هم می تواند در انتخابات شرکت کند و موجب تقویت اصلاح طلبان شود و هم می تواند انتخابات را نادیده بگیرد و در آن شرکت نکند و اصلاح طلبان را تنها و شکست خورده باقی بگذارد. به همین دلیل تلاش اصلاح طلبان برای مبارزه با تحریم انتخابات و در راستای کشاندن مردم به پای صندوق‌های رأی بسی بیش از تلاش حکومتیان است که به خصوص امسال با در دست داشتن سندی به نام برجام که امضای 6 کشور بزرگ جهان را در پای خود دارد و لذا اجرایی شدنش منوط به بقای رژیم اسلامی است، چندان اهمیتی برای نمایش به اصطلاح مشروعیت خود در انظار مردم جهان قائل نیستند. بر این اساس در هر فرصت انتخاباتی که پیش آید به جای توجه به آنچه رهبر و گروه حاکمان میگویند باید توجه را بر آنچه اصلاح طلبان انجام میدهند متمرکز کرد، چرا که سود آنها در کشاندن مردم به پای صندوق‌های رأی بیش از سودی است که حاکمان بنیادگرای رژیم خواسته باشند. میخواهم بگویم که از همان 11 سال پیش نظر من بر این بوده که بایکوت انتخابات اگر نتواند رژیم را ساقط کند فقط به ذره اصلاح طلبان تمام می شود و لذا این اصلاح طلبان رنگ و وارنگند که در بزنگاه‌های انتخاباتی در راستای کشاندن مردم به پای صندوق‌های رأی فعال می شود و شرکت مردم در انتخابات نمایشی رژیم نیز اغلب می تواند میزان اعتبار آنها را در نزد مردم را نشان دهد. آگهی تله مارکتینگ بهش میگن. طرح رفراندوم 60 میلیون امضا. اینو متوجه شدیم؟ پس بذار من اینو یه بار دیگه بخونم. میگه بر این اساس در هر فرصت انتخاباتی که پیش آید به جای توجه به آنچه رهبر و گروه حاکمان میگویند باید توجه را بر آنچه اصلاح طلبان انجام میدهند متمرکز کرد، چرا که سود آنها در کشاندن مردم به پای صندوق‌های رأی بیش از سودی است که حاکمان بنیادگرای رژیم خواسته باشند. میخواهم بگویم که از همان 11 سال پیش نظر من بر این بوده که بایکوت انتخابات اگر نتواند رژیم را ساقط کند قطعاً به ضرر اصلاح طلبان تمام می‌شود، لذا این اصلاح طلبان رنگ و وارنگند که در بزنگاه‌های انتخاباتی در راستای کشاندن مردم به پای صندوق‌های رأی فعال می‌شوند و شرکت مردم در انتخابات نمایشی رژیم نیز اغلب می‌تواند میزان اعتبار آنها در نزد مردم را نشان دهد. طرح رفراندوم 60 میلیون امضا. 10 سال پیش پس از شکست فاحش اصلاح طلبان در انتخابات ریاست جمهوری و آغاز دور اول دولت احمدی نژاد برخی از اصلاح طلبانی که به خارج کشور آمده و یا اعزام شده بودند پس از انجام مذاکراتی چند با برخی از فعالان سیاسی خارج کشور که خود را معمولاً مخالف حکومت اسلامی معرفی می‌کردند اعلام داشتند که چند تنی از زندانیان سیاسی داخل کشور طرحی را از زندان به بیرون فرستادند که می تواند راهگشای بنبست سیاسی ایرانیان باشد. نام این طرح رفراندوم 60 میلیون امضا بود. اصلاح طلبان و خارج کشوری های عامل این طرح دست به ایجاد یک سایت اینترنتی زده و خواسته هایی در راستای اصلاح رژیم اسلامی را مطرح نموده و از همه ایرانیان دعوت می کردند تا با اعلام حمایت از این طرح بر روی اینترنت به جهانیان نشان دهند که حکومت مقبولیت و قانونیت
و به زبان آخوندی مشروعیت خود را از دست داده و باید به چنان رفراندومی در داخل کشور تن در دهد که به اصلاح قانون اساسی رژیم بیانجامد. از میان آن زندانیان هنوز میتوان نامهایی همچون دکتر محمد ملکی و اکبر عطری را به یاد آورد. از میان آمدگان به خارج هم نام آقای محسن سازگارا و خانم مهرانگیزکا برجسته تر بود. از خارج کشوری ها نیز برجسته ترین نام از آن زنده یاد داریوش همایون بود و اندکی بعد شاهزاده رضا پهلوی نیز طی کنفرانس مطبوعاتی حمایت خود را از این طرح اعلام داشت. شاید این اولین بار بود که توافق اینگونه گسترده در قلمروی اپوزیسیون و حکومت اسلامی در کار آمده بود. اما هم از آغاز کار روایت‌های مختلفی که از زبان طرفداران و دست‌اندرکاران طرح مطرح می‌شد روز به روز اهداف و اغراض اولیه و داستان مسیر طی شده را پیش از پیش زیر پرسش می‌برد و در نتیجه توفیق حتی نسبی طرح را نیز ناممکن می‌ساخت، به طوری که به زودی گرد و خاک بسیاری که به صورت مقاله نویسی و برنامه های مختلف رادیو تلویزیونی در اطراف طرح مزبور به راه افتاده بود فرو نشست و طرح مزبور بدون گزارش و توضیحی از جانب گردانندگان آن به دست فراموشی سپرده شد. البته هنوز هم کسی همت نکرده است تا درباره چند و چون این طرح و سرنوشت آن تحقیقی گسترده انجام داد و رابطه آن را با اهداف اصلاح طلبان و انتخابات داخل کشور که به صورت رفراندوم اصلاح قانون اساسی حکومت اسلامی مطرح شده بود معین سازد. اما ماحصل کار روشن شدن کمبود اعتبار لازم در نزد دعوت کنندگان بود. یک تجربه ناکام برای من، اما این تجربه واجد نکته مهمی بود. عصر ارتباطات و گسترش اینترنت امکان آن را فراهم ساخته بود تا بتوان از طریق آن ایرانیان پراکنده در سراسر جهان را زیر یک سقف مجازی فراهم آورد و جمع آرای آنها را تبدیل به یک نیروی مؤثر کرد. پس اگرچه طرح رفراندوم 60 میلیون امضا به خاطر عدم شفافیت کار شکست خورده بود، اما فکر استفاده از اینترنت برای ایجاد نیروی سیاسی به صورت میراثی قابل تأمل از آن تجربه به جا مانده بود. در پایان 4 سال اول دولت احمدی نژاد دیگر باره فرصت انتخاباتی جدیدی پیش آمد که در آن اصلاح طلبان توانستند با موفقیت مردم قهرکرده در انتخابات پیشه را به پای صندوق ها بکشند و در نتیجه حکومتیان ناگزیر به تقلب و سرکوب شدند و میراث آن به صورت جنبش سر در تاریخ معاصر کشورمان به جا ماند. این جنبش دو امر را ثابت کرد. 1. ناراضیان از حکومت اسلامی اگرچه با شعارهای اصلاح طلبانه همچون خواستار اجرایی شدن مواد مخفوله قانون اساسی اسلامی آغاز کرده بودند، اما در طی 8 ماه با طرح شعارهایی که مهندس میرحسین موسوی آنها را ساختارشکن می‌خواند و از آنها پرهیز می‌کرد، گوهر ضد رژیم و برانداز و سکولار دموکرات جنبش سبز را نشان دادند. 2. رهبری اصلاح طلبان نیز در طی این مسیر نشان داد که اگر چه تظاهرات به نفع خود را ارج می نهد، اما اگر این تظاهرات رو به نابودسازی رژیم داشته باشد می کوشد تا آن را آرام و خونسا سازد. در پی دریافت این دو نتیجه در پاییز سال 88 حدود 250 تن از روشنفکران و دست‌اندرکاران سیاسی اپوزیسیون با صدور بیانیه‌ای به نام ما ایرانی بی تبعیض می‌خواهیم اعلام کردند که جنبش سبز جنبشی در گوهر خود سکولار دموکرات است و اصلاح طلبی در مقابل آن ایستاده و علیه آن عمل می‌کند. در زمستان همان سال نیز بخشی از امضا کنندگان آن بیانیه دست به ایجاد تشکیلاتی با نام شبکه سکولارهای سبز زده
و تصمیم گرفتند که جنبش ضد رژیم و سکولار مردم ایران را از چنگ اصلاح طلبانی که به آن خیانت کرده بودند خارج سازند. من نیز که خود یکی از مؤسسان این تشکل بودم مأمور شدم تا طرحی اجرایی را تهیه کرده و برای ادامه مبارزه به اپوزیسیون ارائه دهم. این طرح در کنگره سکولارهای سبز که در تابستان بعد در شهر تورنتو کانادا تشکیل شد ارائه گردید و عده‌ای مأمور یافتن راه‌های اجرایی آن شدند. این طرح که راهکار ایجاد آلترناتیو نام داشت و هنوز هم به همین نام بر روی سایت شبکه سکولارهای سبز موجود است، با چند پیش‌فرض و چند برنامه استوار بود. الف، حکومت به هیچ وجه قابل اصلاح نیست و اصلاح طلبان سد راه رسیدن کشور به یک حکومت سکولار دموکرات محسوب می شود. دو یا ب، مردم ایران برای سرنگون کردن رژیم محتاج وجود یک آلترناتیو سکولار دموکرات هستند که بتواند هر دو اردوگاه بنیادگرایی و اصلاح طلبی را در آماج خود بگیرد و به اصطلاح انحلال طلب محسوب شود. پرسش اصلی این بود که این آلترناتیو را چگونه باید ساخت؟ طرح مزبور استفاده از امکانات اینترنتی را پیشنهاد میکرد. مردم را دعوت کنیم تا معتمدین خود را بر روی یک سایت اینترنتی معرفی کنند و این معتمدین پشگرم به داشتن پشتیبانی مردم نوعی مجلس شورای در تبعید را تشکیل دهند و این مجلس گروهی را از میان خود برای تشکیل یک دولت موقت انتخاب کند تا نقش آلترناتیو حکومت اسلامی مسلط بر کشور را بازی کند. در این راستا تجربه حاصل از طرح رفراندوم 60 میلیون امضا در مد نظر بود. به مردم دروغ نباید گفت و باید شفاف عمل کرد. بر انحلال طلبی و مبارزه با بنیادگرایی و اصلاح طلبی پای فشرد و با توجه به امکان دخالت ماموران حکومتی یعنی لشکر مأمور خرابکاری اینترنتی بیشترین ملاحظات امنیتی را در کار آورد. اما مهمتر از همه آن بود که شخصیت‌های سرشناس اپوزیسیون به پذیرش کاندیداتوری راضی شوند. متأسفانه طی تلاش‌ها و گفتگوهای متعدد با حدود 25 سازمان سیاسی و حدود 5 شخصیت فعال در اپوزیسیون انجام طرح آلترناتیو سازی شبکه سکولارهای سبز به دلایل مختصر شده زیر ممکن نشد و مخارج تأمین امنیت رأی دادن و نامزد شدن بر روی اینترنت بسیار بالا بود، یعنی بیش از 100 هزار دلار هزینه این کار می شده. و با پوزش دستمون به این خورد. بعد میگوید که متأسفانه طی تلاش‌ها و گفتگوهای متعدد با حدود 25 سازمان سیاسی و حدود 5 شخصیت فعال در اپوزیسیون انجام طرح آلترناتیو سازی شبکه سکولارهای سبز به دلایل مختصر شده زیر ممکن نشد. 1. مخارج تأمین امنیت رأی دادن و نامزد شدن بر روی اینترنت بسیار بالا بود، یعنی بیش از 100 هزار دلار هزینه لازم داشت. 2. رسانه‌های عمومی یعنی رادیو تلویزیون‌ها و مطبوعات حاضر به پخش رایگان برنامه‌های مربوط به طرح نبودند و برای این کار نیز به بودجه بالایی نیاز بود. 3. شخصیت‌های متعددی اعلام می‌داشتند که حتی اگر مردم با آنها رأی دهند در این کار شرکت نخواهند کرد و اساساً امر آلترناتیو سازی را یا درست نمی‌دانند
و یا ممکن تلقی نمی کنند. چهار، عده‌ای و جمله گرد آمدگان در تشکلی به نام اتحاد برای گسترش سکولار دموکراسی در ایران نیز ترکیب موسوی کروبی را به عنوان آلترناتیو واقعا موجود اما نه سکولار دموکرات به رسمیت می شناختند و ایجاد آلترناتیو سکولار دموکرات و انحلال طلب در خارج را نوعی موازی سازی با کار آنها می دانستند. بدین سان شبکه سکولارهای سرز موقتا از اجرای این طرح منصرف شد، اما این انصراف موجب آن نشد که علارغم همه مخالفت ها اندیشه ناظر بر ضرورت ایجاد آلترناتیو سکولار دموکرات انحلال طلب در اذهان عمومی جا نیفتد و یا بایگانی شود. همکنون نیز با اعلام موجودیت جنبش سکولار دموکراسی ایران و مجمع سازمان های سکولار دموکرات ایران فکر ایجاد چنین آلترناتیوی با در نظر گرفتن مقدورات و امکانات و راه های موجود همچنان دنبال می شود. اقدام نهاد مردمی. در این حال اندکی پس از برگزاری کنگره تورنتو از جانب شبکه سکولارهای سر تشکل جدیدی با امکانات وسیع مالی و رسانه‌ای به نام نهاد مردمی اعلام موجودیت کرد که خود را چتری برای کنار هم نشاندن اپوزیسیون در راستای آلترناتیو سازی معرفی میکرد. از نظر ما سکولارهای سبز که به زودی به جنبش سکولار دموکراسی ایران پیوستیم، طرح نهاد مردمی اقدامی شایسته و مهم در راستای آلترناتیو سازی محسوب میشه. اما این عیب ساختاری را داشت که میخواست همگان را زیر چتر این تشکل گرده هم آیند. حال آنکه ما در طرح راهکار آلترناتیو سازی خود نشان داده بودیم که ممکن نیست سازمان‌ها و شخصیت‌های مختلف بگرد یک سازمان یا یک شخصیت سیاسی جمع شوند. این طرح اینترنتی نیز نظر بسیارانی را جلب کرد و سایتی که برای آن ساخته شده بود حاوی نام‌های بسیاری از کوشندگان سیاسی شد. اما اکنون حدود 3 سالی از آخرین فعالیت‌های در راستای آلترناتیو سازی می‌گذرد و خبر تازه‌ای در این باره از جانب آن به گوش نمی‌رسد. آیا بیم نگرفتن پاسخ کافی این طرح را به تعطیل کشاندهد؟ اگر چنین باشد می‌توان داوری کرد که تصمیم عاقلانه ای گرفته شده است. شورای ملی ایرانی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری جدید یعنی 1399 شاهزاده رضا پهلوی اعلام داشت که قصد دارد تشکلی با نام شورای ملی ایرانیان را به وجود آورد و از همگان دعوت کرد تا به یک سایت اینترنتی مراجعه کرده و به عضویت آن این شورا درآید. استقبالی که از این دعوت شد چشمگیر بود، اما به زودی عدم توجه به رعایت اصول امنیت اینترنتی آشکار سا که نمیتوان هیچ اعتمادی به امضاهای گرفته شده داشت و در این مورد اعمال هر نوع خرابکاری ممکن است. در این حال همان گونه که شبکه سکولارهای سبز در طرح خود پیشبینی کرده بود، دعوت از سازمانها و شخصیتهای معتبر سیاسی برای گرد هم آمدن در اطراف یک نفر که در این مورد شخص شاهزاده رضا پهلوی بود طبعا ممکن نبود و نیست. به هر حال این جریان که هنوز با عده اندکی بازمانده از گروهی کثیر با داشتن سرمایه و پشتیبان مالی و رسانه‌ای همچنان وجود دارد، اما به نظر می رسد که دعوت از مردم تنها برای کسب حقانیت اولیه بوده و شورای مزبور پس از تشکیل دیگر اعتنایی به مدعوین خود ندارد. نکته جالب دیگر در این مورد آن است که اگرچه در فردای تشکیل شورای مزبور شاهزاده رضا پهلوی اعلام داشت که این شورا خود را آلترناتیو نمی‌داند، اما در هفته گذشته خود او در برنامه تلویزیونی خودشان یعنی افق ایران از آلترناتیوی که من ارائه میدهم سخن گفت و به دینسان اکنون باید فهمید که آیا این شورا مدعی است که همان آلترناتیو برانداز حکومت اسلامی است یا همچنان خود را به عنوان آلترناتیوی برای شرکت در انتخاباتی آزاد معرفی میکنه، چرا که نام کامل این تشکل شورای ملی ایرانیان
برای انتخابات آزاد است. صندوق انتخابات موازی. اما این روزها شاهد آغاز به کار یک تلاش جدید اینترنتی در راستایی که گردانندگانش آن را نیز آلترناتیو سازی می‌خوانند هستیم. این تلاش به صورت کار مشترک جریانی به نام همبستگی برای دموکراسی در ایران مطرح شده که رأس آن در ایران و شعبه ای از آن در خارج کشور است. از شخصیت‌های داخل کشور همبستگی میتوان از 5 نفری رام برد که در راستای اسم‌نویسی برای نامزد شدن در انتخابات مجلس شورای اسلامی اقدام کرده و طبعا از جانب شورای نگهبان قانون اساسی اسلامی رد صلاحیت شده. این 5 نفر عبارتند از آقایان هرمیداس باون، حشمت الله تبرزدی، کوروش زعیم، عیسی خان خاتمی و اسماعیل مفتیزاده. اینکه این عده چرا یک بار تصمیم به این کار گرفتن هنوز کاملا روشن نیست، هرچند که آقای مهندس زعیم در یک یادداشت و آقای تبرزدی در مطالب و مصاحبه های متعدد کوشیدن کار خود را موجه کنند. دلایلشان اما لااقل از نظر من سوس و حداکثر در راستای آنچه هایی است که از دیرباز افشاگری نام گرفته و دوران آن هم اقلا از جنبش سبز بعد به پایان رسیده است. در این حال همین واقعیت که کسی نیست به رد صلاحیت این آقایان واکنشی نشان نداده خود به خوبی نشانگر فقدان هر گونه پایگاه اجتماعی در بین مردم کشور است. در این حال نباید از این نکته نیز گذشت که اقدام مزبور در تحلیل نهایی به سود حکومت اسلامی نیز تمام شده، چرا که همبستگی خواستای خود را برای انجام انتخابات آزاد به مواد مختلف قانون اساسی مستند ساخته و با این کار نفاذ حقوقی قانون اساسی اسلامی حکومت را پذیرفته است. اجازه بده که من رو دوباره بخوانم. در این حال نباید از این نکته نیز گذشت که اقدام مزبور در تحلیل نهایی به سود حکومت اسلامی نیز تمام شده است، چرا که همبستگی خواستای خود برای انجام انتخابات آزاد را به موارد مختلف قانون اساسی مستند ساخته و با این کار نفاذ حقوقی قانون اساسی اسلامی حکومت را پذیرفته است. چنین نفاذی به معنای به رسمیت شناختن مبتنی بودن این قانون به شریعت فرقه 12 امامی و در نتیجه قانونی بودن نهادهای برخواسته از آن نیز هست. مواد مورد اشاره این داوطلبان نمایندگی در مجلس شورای اسلامی همانهایی است که مهندس میر حسین موسوی نیز در اعلامیه‌های متعدد خود در سال 88 از آنها به عنوان مواد مقفوله قانون اساسی نام برده و خواستار اجرایی کردنشان بود. او البته در این کار محق بود، چرا که قانون اساسی اسلامی و نهادهای برخواسته از آن را به رسمیت می‌شناخت و تنها خواستار بازگشت به عصر طلایی امام بود. حال آنکه گردانندگان همبستگی چنین خواستهایی را علناً مطرح نمی‌کنند. به هر حال اشاره به این اقدام اعضای همبستگی می‌توانست در مقاله حاضر نباید اگر پس از این واقعه یک بار سایتی به نام صندوق انتخابات آزاد دموکراتیک ایران در خارج کشور آغاز به کار نکرده و اعلام نمی داشت که با کاندیدا کردن آقایان مزبور قصد دارد در پی اسم‌نویسی صدها هزار نفری ایرانی بر روی این سایت اینترنتی کار به وجود آوردن آلترناتیو را از ریشه ها آغاز کند. نماینده اصلی این جریان در خارج کشور آقای منصور اوسانلو از کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و مسئول منتخب و سابق سندیکای کارگران این شرکت است که مدتی اسیر زندان حکومت اسلامی بود و سپس چند سالی است که به خارج کشور آمده و اخیراً هم با فرارسیدن موعد انتخاباتی دیگر در حکومت اسلامی
به عنوان چهره شاخص انتخابات موازی ظاهر شده و در راستای دعوت مردم به اسم‌نویسی در این سایت وسیعا در رسانه ها فعالیت دارد. در داخل کشور هم آقای حشمت طبرزدی سخنگوی همبستگی وظیفه تبلیغ این دعوت رو بر عهده گرفته و تقریبا بدون هیچ مشکلی در رسانه های مختلف رادیو تلویزیونی و اینترنتی به تشویق مردم برای شرکت در این شبه انتخابات یا رفراندوم ادامه میده. سوء استفاده از این مناظره. هفته گذشته بر اساس تقاضای آقای منصور اوسانلو، آقای علیرضا میبودی که سه شنبه ها در تلویزیون پارس با من گفتگو میکنه از من خواست تا موافقت کنم آقای اوسانلو نیز در اون برنامه شرکت کنم. من دلیلی برای رد این درخواست نداشتم و فکر کردم که شاید بتوان در این گفتگو از یک سو به عملکرد اشتباه دوستان ایشان در همبستگی داخل کشور اشاره کرد و از سوی دیگر ایشان را در جریان مهالک این گونه اقدامات اینترنتی قرار داد و معالن به ایشان نصیحت کرد که دو جریان شرکت دوستانشان در انتخابات و مسئله انتخابات اینترنتی را از هم جدا نگاه دارد، چرا که این دو اقدام هیچ ربطی به هم ندارد. و در پایان نیز اضافه کنم که اگرچه اعتقاد دارم انتخابات اینترنتی ایشان نیز به دلایل مختلف که برخی از آنها در بالا ذکر شد نوعی آب در هاون کوبیدن است، اما اگر ثابت شود که قدمی آشکار علیه حکومت اسلامی محسوب می شود، برای آن آرزوی موفقیت می کنه. این گفتگو انجام شد و در پایان آن نیز آقای اوسانلو از اینکه من برایشان آرزوی توفیق کردم اظهار خوشحالی کردند و نیز و من نیز خاطر نشان ساختم که ایشان و یارانشان باید ما فعالان سکولار دموکرات انحلال طلب را منتقدان و ناصحان مشفق خود بدانند. اما از فردای آن گفتگو میبینم که ایشان در گفتگوهای مختلف سخن مرا در حکم پشتیبانی جنبش سکولار دموکراسی انحلال طلب ایران که من البته سخنگویان هستم از طرح انتخاباتی موازی اینترنتی خود جلوه داده و دوستان ایشان نیز این همکاری را در بوق و کرنا کرده و در سطح اینترنت پخش میکنند. از نظر من این اقدامات تبلیغاتی نوعی تحریف و سوء استفاده از سخنان کسی است که خواسته محترمانه توضیح دهد که چرا این طرح را هم از آغاز کار عقیم میداند اما آرزو میکند که اگر در راستای نابودی حکومت اسلامی مسلط بر کشورمان نشان دهد اینکه صدها هزار ایرانی علنا خواستار انحلال حکومت اسلامی ان موفق شود. یک نکته مهم، صرف نظر از ملاحظاتی که شرح دادن در پایان مقاله حاضر و در بازگشت به مقدمات آن میخواهم به یک نکته اساسی مهم نیز اشاره کنم. چنان که در بالا توضیح دادم این گونه دعوت‌ها همواره نشان دادند که می‌توانند به ضد نیات اعلام شده مبتکران خود عمل کرده و به نفع حکومت اسلامی تمام شود. هنگامی که ما دعوت می‌کنیم که مردمان بیایند و به آنچه مورد نظر ماست رأی دهند، اگر دعوت ما با بی‌اعتنایی مردم مواجه شده شود، اگر دعوت ما با بی‌اعتنایی مردم مواجه شود، آیا نتیجه‌ای جز نشان دادن بی‌اعتباری و بی‌پایگی دعوت کنندگان را با خود دارد؟ آیا اصرار بر این که جنبش سکولار دموکراسی ایران پشتیبان تر آقایان طبرزدی و اوسانلوس نمی‌تواند مایه بی‌اعتباری این جنبش هم بشود؟ و بالاخره آیا نه این که خود حکومت نیز همواره می‌تواند با راه انداختن این گونه بازی‌ها این بی‌اعتباری را به صورتی چشمگیر به اطلاع همگان برساند؟ من و یارانم در این جنبش همواره مترصد بوده ایم که آماج چنین سوء استفاده های مخربی قرار نگیریم و از هر گونه ماجراجویی جاهلانه سیاسی پرهیز کنیم. به خصوص همواره بر این نکته پایفشاری کرده ایم که داخل کشوری ها به خاطر قرار داشتن در محظورات ناشی از سرکوب حکومتی نمیتوانند هدایت و رهبری خارج کشور را به دست گیرند، لذا باید از هر گونه همکاری بین این دو اردوگاه که منجر به رهبری داخل کشور خونسا شدن آزادی عمل خارج کشوری ها شود پرهیز کرد.
اما اکنون با جریانی مواجه هستیم که از داخل کشور از جانب گروهی که خواستار اجرایی شدن مواد مخفوله قانون اساسی رژیم هستند آغاز شده و حالا میخواهد خارج کشور را نیز در همین قایق بنشاند. پس اجازه دهی آشکارا اعلام کنم که من برای همه کوشندگان برانداز حکومت اسلامی آرزوی موفقیت دارم و از همه مطالبات داخل کشوری ها که چاره ای جز طرح مطالبات خود از این حکومت اشغالگر ندارند پشتیبانی میکنه. اما در این گونه بازی های مشکوکی که احتمال تخریب اپوزیسیون در آن در حد بالایی قرار داره شرکت نکرده و یقین دارم با پایان گرفتن مسکه انتخابات در داخل کشور این گونه آتش ها نیز به زودی خاکستر خواهند شد و این گونه آتش ها نیز به زودی به خاکستر خواهند نشست. اجازه بدید اینو دوباره بخونیم که تا مشکل. پس اجازه دهید آشکارا اعلام کنم که من برای همه کوشندگان برانداز حکومت اسلامی آرزوی موفقیت دارم و از همه مطالبات داخل کشوری ها که چاره ای جز طرح مطالبات خود از این حکومت اشغالگر ندارن پشتیبانی میکنیم. اما در این گونه بازی های مشکوکی که احتمال تخریب اپوزیسیون در آن در حد بالایی قرار داره شرکت نکرده و یقین داریم با پایان گرفتن مسکه انتخابات در داخل کشور این گونه آتش ها نیز به زودی به خاکستر خواهند نشست و تنها به عنوان حاشیه ناکام دیگری در تاریخ مبارزات اپوزیسیون ثبت خواهند شد. اما همواره لازم است صدماتی را که به مبارزات خارج کشور وارد کرده اند در نظر داشت و از آن برای آینده درس گرفت. و من آرزو میکنم میدونم که نتونستم این مقاله رو اونجوری که باید و شاید پیامش رو منتقل کنم پوزش میخوام، ولی این رو در سایت قرار میدم و یقینا در سایت خود سکولار دموکراسی هم قرار میگیره و دعوت میکنم که خودتونم بخوانید که هیچ چیزی بهتر از خواندن نیست، چه در حمام آواز بخوانی چه در مطبخ کتاب بخوانی. به هر حال بخوانید. بازم دعوت میکنم از شما همتی کنید و این کتاب آزادی و جبریت آقای پرویز دستمالچی رو همت کرده کتابی تهیه کرده در 430 صفحه این رو بگیرید و بخوانید که اینجور داستان ها پشت سرمون نگن که آقا این دعوت کننده هم در حقیقت بی آبرو بود و کسی وقعی به دعوتش نگذاشت. از من پرسید که چند تا، گفتم والا فکر کنم دو تاش سه تاشو شاید خودم بخرم و هدیه کنم. ولی والا غیرتن آبرو ما رو نبرید، یه کمکی بکنید، یه همتی بکنید، دلگرمی بده به داستان، آتیش بیار بر این معرکه. بابا این کار دیگه آسونه. ممنون، سپاسگزارم از شما. تا فرصتی دیگه متشکرم.